سلام دوباره دوستان عزیز من ساسان توسلی هستم و این جلسه پنجم درس که اسمشو گذاشتم قدم های اساسی برای رشد روحانی امیدوارم که تا این درس رو دنبال کرده باشید و براتون مفید بوده باشه از کتابی دارم تو این قسمت برنامه استفاده می کنم که تیتر کتابش هست The Good and Beautiful God خدای نیکو و زیبا خدای نیکو و زیبا نویسندش جیمز براین سمیت هست و زیرنویس این تیچ که من خیلی زیرنویس رو دوست دارم نویسنده میگه Falling in love with the God Jesus knows عاشق اون خدایی باشیم بشیم که ایسا میشناسه منظور یعنی چی؟ منظور اینه که خیلی وقتا ما تصاویر اشتباه افکار اشتباه دیدگاه های اشتباهی نسبت به خدا داریم تو ذهنمون و باید اجازه بدیم که اون خدای واقعی رو که مسیح به عنوان پدر آسمانی به ما معرفی کرده اون خصوصیات و هویت و شخصیت اون خدا جایگزین بشه در ذهن ما افکار اشتباه ما پاک بشه و عوض بشه اون افکار با اون دید درست نسبت به اینکه خدا کی هست آیه ای که تو هر جلسه تا حالا تو این برنامه ها من بهش اشاره کردم رومیان فصل دوازده آیه دو هست دیگر هم شکل این عصر مشوید بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید میخوای زندگی دگرگون شه میخوای در رشد روحانی جلو بری باید ذهنت عوض بشه ذهنت عوض بشه نسبت به افکار اشتباه درباره خدا نسبت به افکار اشتباه درباره خودت نسبت به افکار اشتباه درباره هدف زندگی رشد در زندگی حالا سه تا پوینت، سه تا نکته اصلی درسای من توی افلاین درسام صحبت من اینه که برای رشد روحانی سالم ما باید خدا رو بهتر بشناسیم خودمون رو بهتر بشناسیم و روش ها ها و تمرین های روحانی رو که خدا در اختیار ما گذاشته برای رشد در زندگی برای اینکه شخصیت مسیح در ما شکل بگیره ثمرات روح القدس در ما پرورش پیدا کنه شکوفا بشه محبت شادی صبر آرامش خیشتنداری فروتنی بخشش و غیره حالا هنوز تو قسمت نکته اول این اوتلاین صحبت های من هستیم درباره خدا که این خیلی وقتا چرا دارم تاکید رو این موضوع میکنم خیلی وقتا حتی میتونی یه عمری هم تو کلیسا باشی ولی افکار اشتباهی درباره خدا داشته باشی خدای خدای عصبانیه خدای خدای انتقام جوه خدای خدایی که من چپ برم راست برم میاد گردنمو میزنه خدای خدایی که اصلا حوصله نداره با من وقت بگذرونه اصلا توجهی به من نداره اصلا منو فراموش کرده اصلا و خیلی وقتا خودمون پر از عصبانیت هستیم نسبت به این خدا دل سرد و ناامید هستیم از این خدا حس گرمی نسبت به این خدا نداریم حتی میتونیم تو کلیسا باشیم حتی میتونیم سرود بخونیم ولی ته دلمون احساس دوری از این خدا بکنیم ولی اگر میخوای تو زندگی رشد روحانی به طور سالم جلو بری باید اون خدای واقعی رو بچشیم نه فقط توی ذهنمون اینا رو یعنی نه فقط به عنوان یک عقیده ایمانی بگیم بلکه واقعا در عمق وجودمون با حس کنیم تجربه بکنیم وقتی میگیم خدا محبته اگر خدا محبته اگر خدا عاشق منه اگر خدا از من عصبانی نیست اگر خدا وفادار قابل اعتماد خدا نیکوه خدا بدون شرط و شروط من رو پذیرفته با تمام ضعف و گناه ها و اشتباه ها. اگر این خدا این پدری که مسیح به عنوان عبا به ما معرفی میکنه این خدا خدای واقعیه اکسل عمل طبیعی من این میشه که به طرف این خدا حرکت کنم با این خدا وقت بگذرونم از اون اطاعت کنم اون رو پرستش کنم نه با اجبار نه با احساس ترس نه با احساس وظیفه و با یک احساس مسئولیت سنگین و به خاطر عذاب وجدان بلکه چون میخوام لبک بگم به این عشق ازلی که من رو در مسیح پذیرفته این پس من دائم توی صحبت ها این رو دارم تکرار میکنم ولی حالا میخوام که از کتابی که دارم استفاده میکنم تو این برنامه ها میخوام وارد یه فصل جدید بشم که صحبت قدوسیت خدا رو میخوایم امروز مطرح کنیم God is holy شاید فکر کنید که خب ساسان تو این همه حرف زدی درباره محبت خدا سخاوتمندی خدا نیکویی خدا قابل اعتماد بودن خدا و غیر و غیره پس این همه درباره قدوسیت خدا خشم خدا مجازات این همه آیه در کتاب مقدس هست پس اینا رو باید چیکار بکنیم پس میخوایم امروز درباره قدوسیت خدا صحبت کنیم که این خدایی که محبته این خدایی که محبتش بی شرط و شروطه این خدایی که از من و تو به عنوان فرزنداش در مسیح لذت میبره محکومیتی در مسیح برای ما نیست شرمی نیست رد شدنی نیست این خدا این خدا مقدسم هست این خدا پاکم هست و میخواد من و تو در قدوسیت و پاکی زندگی کنی پس میخوام این صحبت رو باز بکنیم که معنی قدوسیت و پاکی چی هست و چه ربطی داره به رشد روحانی در زندگی مسیحی گفتم توی نویسنده توی هر فصلش اول صحبتی رو میکنه که فالس نراتیو ما در فکرای انسانی چیه یعنی اون نوار کاذب اون تعالیم اشتباه عقاید و حرفها و دیدگاه های اشتباهی که من به عنوان یک انسان دارم نسبت به خدا چیه حالا مسیح چه خدایی رو به من معرفی میکنه این پس این طریق باز کردن بحث هست حالا تو این صحبت قدوسیت خدا نویسنده میگه دو تا فکر اشتباه درباره خدا تو ذهن خیلیا وجود داره دو تا فکر دو تا افراط و تفریط اشتباه یه افراط و تفریط اینه که ما خدا رو فقط به عنوان یک خدای خشمین تصور میکنیم یه خدایی که داوره دائم میخواد تو رو تنبیه بکنه اگر پا تو از خط بیرون بذاری یه خدایی که از تو کلافه است یه خدایی که اون بالا بالا هست و اصلا نمیشه بهش نزدیک شد خیلی ها این تصویر رو از خدا دارن خدای خشبی و حالا میگم توی اسلام که این تصویر خیلی خیلی رایجی هست چه در متون قرآنی چه در برخورد افراد به نام خدا در اسلام با مردم توی سرزمین خود ما ایران خیلی واضح دیده میشه اون تصویر خشونت، تعصب، تنبیه، مجازات، اعدام، زندان، شکنجه به نام خدا و به نام اطاعت از خدا فی سبیل الله چه برخوردهایی میشه با انسانها به نام این خدا و توی جامعه های مسیحی هم میتونیم یک تصویر خیلی منفی و خشن از خدا داشته باشیم همچنین خدایی رو مسلما کسی دوست نداره بهش نزدیک شه کسی دوست نداره بهش اعتماد کنه باش رابطه داشته باشه ازش اطاعت کنه این یه چیز خیلی طبیعیه اگرم بکنی به خاطر ترس و وحشته نه به خاطر اینکه از ته دل و جان میخوایی به این خدا عشق ببرزی مسیح میگه که چیزی که خدا از من و تو میخواد اینه که عاشق خدا باشیم با تمام وجودمون و همسایمون رو مثل خودمون محبت کنیم این لب کلام زندگی هست پس اگر میخوایم عاشق این خدا باشیم باید اول عشق اون رو بچشیم و خدایی که انقدر ازش تصاویر اشتباهی داریم نمیتونیم بهش عشق بورزیم به همچین خدایی ولی یه افراد و تفرید اتفاق میفته که حالا خیلی ها به خصوص تو دنیای مدرن امروز چون این خدای عصبانی رو رد میکنن این تصویر درست نیست به اون طرف کشیده میشن که خدا مثل پاپا نویله. خدا همه چیز رو دوست داره همه چیز رو میپسنده همه چیز رو قبول میکنه اصلا مهم نیست تو چی کار میکنی گناه واسهش مهم نیست بی خیاله اصلا این گناه مثلا مثلا مثال میرم این تو, تو،, این کانتکس خیلی موضوع استفاده میشه بابا این مسائل جنسی و نمیدونم زنا و اینا اینا مال دموده شده اینا مال عهد قدیمه، اینا مال بابا بزرگ مادر بزرگای ماست تو دنیای مدرن هر شب یکی با یکی هم بستره هر کی رو دوست داری هر کاری بخوای میتونی بکنی آزادی اصلا فوزولی نباید بکنی کسی رو نباید داوری بکنی هر کس هر طوری که خواست میتونه زندگی بکنه واسه خدا این چیزا مهم نیست پس یک تصویری از خدا میدیم مثل یه بابا بزرگی که همیشه فقط لبخند میزنه یه پاپا نویلی که همیشه فقط لبخند میزنه و هیچ درستی و غلطی براش مهم نیست خوب و بد قدوسیت و ناپاکی براش این چیزا مهم اینا, اینا استاندارت های فرهنگی انسانیه اینا سلیقه ها و اخلاقیات فرهنگ های سنتیه تو دنیای مدرن امروز این چیزا مطرح نیست و خیلی خدا رو بیخیال همیشه لبخند بزن همیشه بگو فرزندای شیطون من من یا بی خیال این موضوعات زندگی قدوس اینم یه تصویریه که مسیح رد میکنه مسیح همچین پدری رو به من و تو معرفی نمیکنه یه نقل قول خیلی مشهوری هست از نیبر یکی از الهیدانهای برجسته مسیحی در قرن بیستم قرن بیستم استاد دانشگاه ییل بود و میگفتش که توی جامعه حالا صحبت غرب رو خیلی میکنه میگه که توی دنیای غرب خیلی به یک خدای بدون خشم ایمان دارن یه خدای بدون خشم که انسانهای بدون گناه رو وارد ملکوت بدون داوریش از طریق مسیح بدون صلیب میکنه خیلی جمله مهمی خیلی از انسان تو دنیای امروز به یه خدای ایمان دارن که خشمی نداره افرادی رو که گناهی ندارن وارد ملکوتی میکنه که توش هیچ داوری نشده از طریق مسیحی که هیچ صلیبی نداره منظور چیه عزیزان ما با یه خدای رو هستیم که چون براش گناه جدیه خودش میاد و مجازات گناه رو روی صلیب پرداخت میکنه که من و تو بتونیم وارد ملکوت پاک اون بشیم من و تو بتونیم فرزندان اون بشیم اگر برای خدا گناه بیخیال بود محاکمه گناه بیخیاله سلیب هم معنی نمیده تجسم مسیح هم معنی نمیده کفاره گناهان هم معنی نداره پس نه چون خدا مقدسه باید گناه مجازات بشه ولی این خدای محبت نمیاد انسان رو مجازات کنه به خاطر گناه میاد در روی پسر خودش روی صلیب گناه رو مجازات میکنه که من و تو یه انسان اون رو بتونیم بخشیدن اون رو محبت اون رو شفای اون رو فیض اون رو آزادی اون رو تجربه کنیم به عنوان فرزندان نور و وارد ملکوت قدوسش بشیم پس ما با یه خدایی که از گناه سرسری میگذره و بی خیاله روبرو نیستیم حالا نویسنده خیلی قشنگ میگه میگه که واقعا اگر فکر کنی قدوسیت خدا اون ور سکه یعنی مثلا میگیم دو ور یه سکه تو سایدز of the same coin اصطلاح انگلیسیه که اون ور سکه محبت خداست یعنی عزیزان بذار اینو من باز میخوام بکنم خیلی نکته مهمی هستش محبت خدا معنی نداره بدون قدوسیت اون محبتی که توش قدوسیت نیست محبت نیست به چه منظور؟ بزن. اول خودم این رو بگم بعد جمله هایی رو از این کتاب میخونم شما اگر بچت رو دوست داری این محبت نیست که به اسم محبت بیخیال باشی که بچت چه کاری میکنه یا نمیکنه اگر بچت داره توی خیابون میره ماشینا دارن رد میشن نمیگی آه من نمیخوام بچم رو بکشم بیرون توبیخ بکنم تنبیخ بکنم بهش یاد بدم این کارو نکنه من چرا فوزولی میگه فوزول بچه من بچه آزاد من دوستش دارم بذار هر کاری میخواد بکنه دستشو تو پریز برق بذاره تو هر وبسایتی که میخواد بره هر برنامه تلویزیونی رو که میخواد ببینه هر موزیکی رو میخواد تماشا کنه هر نوع سیگار و مواد مخدر و مشروبی که میخواد بخوره با هر کسی که میخواد دوست شه و هم بستر بشه من دوستش دارم بچه‌مو نه چون بچه تو دوست داری چون سلامتی بچت برات مهمه چون آیندهش برات مهمه چون شکوفاییش برات مهمه محدود میکنی اون بچه رو دیسیپلین میکنی تنبیه میکنی به خاطر اینکه میخوای اون رو حفظ بکنی به خاطر اینکه میخوای اون بچه سالم بمونه به خاطر اینکه نمیخوای اون بچه به خودش ضربه بزنه به خاطر اینکه نمیخوای اون بچه خودش صدمه ببینه یک چارچوبی رو برای بچه تعیین میکنی پس عشق داشتن به یه چیزی یعنی برای اون شخص تو غیرت داری که اون شخص خودش رو نابود نکنه با کارهای اشتباهش بذار این جمله رو ایزان توجه کنید هر چیزی که تو کلام خدا به عنوان گناه تعریف میشه هر چیزی که در ایمان مسیحی به عنوان گناه تعریف میشه در درجه اول به عنوان گناه تعریف میشه چون داره خود توی انسان رو صدمه میزنه داره خودت رو نابود میکنه برای خدا یه خدای خدای وسواسی متعصب خوش مذهب نیست که نمیخواد تو فان داشته باشی که جوونی گفت <applause> حالا واسه خدای خالق همه کهکشان حالا واسه خدا خیلی مهمه من با کی هم بستر میشم من با کی سکس دارم خدا تو رو درواسی و خجالت سکس نیست خدا میدونه که اون هدیه ی لذت جنسی در یک چارچوب پاک وفادارانه بین یک مرد و زن در زناشویی باعث لذت و برکت خارج از اون چارچوب قلب خود میشکنه بیماری و نمیدونم بی افتی تو زندگی خودت میاد تنهایی و احساس شرم و شکستگی تو زندگی خودت میاد حتی اگر الان حسش نکنی این کار رو وقتی میگه کلام خدا نکن چون این کار باعث اسارت تو میشه باعث افسردگی تو میشه باعث تنها شدن تو میشه باعث شکستن قلب تو میشه ضررش در درجه اول به خودته اسیر شدن تو اعتیاد و مواد و الکل و نمیدونم شهوت باعث نمیدونم اذیت و آزار ذات خدا نیست خودتی که داری خودتو نابود میکنی و چون انسان برای خدا ارزش داره چون خدا انسان رو در شباهت خودش آفریده خدا نمیخواد انسان خودش رو نابود بکنه پس قدوسیت خدا و خشم و مجازات خدا یعنی زدیت خدا با گناه ما یه خدایی نداریم که احساساتش و کنترل احساساتش رو از دستش در میره بلند میشه کاسه کوزه رو میشکونه دعوا مرافع فوشکاری مش کتک این خشم و غضب خدا به این معنی نیست کتاب مقدس خیلی تمایز قائل بین عصبانیت انسان و رف یا خشم خدا نویسنده خیلی واسم جالب بود اشاره کرد که توی رساله پولس رسول هیچ وقت اشاره نیست به عصبانیت خدا انگ، کلمه انگری عصبانیت استفاده نشده بلکه کلمه رث و اون خشم یعنی زدیت زدیت خدا با گناه زدیت خدا با اون چیزی که داره انسان یا خلقت خدا رو نابود میکنه خدایی که واسه گناه بیخیاله اون خدا رو نمیتونم من قبول بکنم اگر خدا براش بیتفاوته اگر تجاوز کردم برای خدا بیتفاوته اگر ظلم کردن یک انسان به یک انسان دیگه بی تفاوت خدا نسبت به اون بی ادالتی انسان خدا بی تفاوته ما همدیگه رو نابود کنیم طبیعت رو نابود کنیم سر همدیگه کلا بذاریم خدا بی خیال فرق نداره خدا اصلا واسه چیزا مهم نیست نه چون طبیعتش رو دوست داره چون خلقتش رو دوست داره چون انسان رو دوست داره میگه من بر ضد هر چیزی هستم که باعث نابودی این زیبایی هست باعث نابودی این خلقت است این لب کلام هست پس هر کاری که کتاب مقدس میگه بکن این کار رو انجام بده اطاعت کن عزیزان در درجه اول برای استفاده خدا نیست برای شکوفایی انسانیت در منه این خیلی برام نکته مهمی هست که اطاعت از کلام خدا من رو شکوفا میکنه من رو از اسارت آزاد میکنه اطاعت من رو آزاد میکنه تسلیم شدن من رو آزاد میکنه تسلیم شدن به خدا اطاعت از خدا وقتی خدا میگه ببخش من از آزادی کینه و نفرت و عصبانیت دعوت شدم که آزاد بشم وقتی میگه پاک زندگی کن که اسیر اعتیاد و گناه و تاریکی و تنهایی و شرم خودم نشم پس گناه اون چیزی که در درجه اول منو داره ضربه میزنه و نابود میکنه و اطاعت کردن باعث شکوفایی و انسانیت و سمره روح القدس در من شک گرفتن میشه این پس نکته اصلی که هست که حالا میگم حالا به قسمت هم از این فصل اشاره میکنم پس میگه نه مسیح ما رو با یه خدای آشنا میکنه توی تعالیمش مسیح خدا رو به عنوان داور معرفی خودش که داور هست روز قیامت ولی مسیح صحبت بهشت و جهنم رو میکنه مسیح صحبت مجازات رو میکنه مسیح صحبت این رو میکنه که روز داوری خواهد بود مسیح ما رو با یه خدای معرفی نمیکنه مثل پاپا نوئل که زندگی من واسهش بی تفاوت نسبت به اطاعت من نسبت به پاکی من نسبت به اینکه من چه تصمیماتی میگیرم و میگه که این پس خیلی نکته مهمی هستش و نقل قول خیلی زیبایی هستش که از دالاس ویلار دوباره میکنه میگه که محبت یعنی خوبی یکی دیگر رو اراده کردنه to love is to will the good of another محبت یعنی خوبی یکی دیگر رو خواستنه و از نظر انسانی میگه خیلی بیشتر شبیه محبت پدر و مادر به بچه است. تا عشق و عاشقی دوتا تینیجر همون صحبتی که من میکردم که مثل یک پدر و مادر چون تو سلامتی و خوبی بچه تو میخوایی میگی این کار رو نکن این کار بده این کار رو انجام بده این کار خوبه چون میخوایی که بچت در آینده به طرف سلامتی حرکت کنه میخوای اونو از خطر دور نگه داری و بعد دوباره میگم نویسنده میگه که خشم خدا The wrath of God مثل آدم دیوونه احساساتی نیست بلکه زدیت خدا با شرارت و گناه خدا از گناه متنفره خدا از گناه خدا نسبت به گناه بی خیال نیست خدا عاشق گناهکار هست اون انسانش هست ولی اون گناهی که اون انسان میکنه خدا بر ضد اون گناه هست و این میگم خیلی نکته مهمی هستش که خشم خدا خشم خدا رو باید در رابطه با اون عشق خدا بفهمیم توی رابطه زناشویی شما اگر همسر تو دوست داری نسبت به اون بی تفاوت نیستی که شب خونه باشه خونه یکی دیگه باشه خب من همسرمو دوست دارم یه شب با منه یه شب با یه شخص دیگه است یه شب با یه شخص دیگه است من همسرمو دوست دارم ولی بهش نمیگم کجا بره کجا نره با من باشه با کسی دیگه باشه من فقط اونو دوست دارم نه این دوست داشتن نیست تو چون همسرت رو بهش عشق میورزی برات مهمه که همسرت به تو وفادار باشه و تو به همسرت واسد مهمه که بجنگی برای متحد شدن در زندگی زناشویت غیرت داشته باشی که خطری وارد این عشق و رابطه نشه خدای ما هم عشقش اون عشق قیور هست و بی تفاوت نیست نسبت به گناه ما در ضمن هم نویسنده اشاره میکنه که ولی صفت صحبت خشم رو که میکنیم خشم یک صفت ابدی و ازلی نیست خشم در عکس عمل با گناه مخلوقش هست زدیت خدا با, با گناه مخلوقش ولی محبت خدا یک حقیقت ازلی هست قبل از خلقت چیزی خدا محبت است در رابطه عشق بین پدر پسر و روح القدس پس قبل از گناه خشمی هم در کار نیست پس خشم عکس عمل و ضدیت خدا به گناه هست و میگم یه جمله ای که من خیلی قدوسیتم میگه Holiness is an essential part of God's nature خدا مقدس خدا نمیتونه که مقدس نباشه ولی خشم خدا زدیت خدای قدوس با گناه مخلوقش هست با گناه انسان هست ولی و آیه خیلی زیبایی هم نویسنده مطرح میکنه از عبرانیان فصل 12 آیه 29 عبرانیان 12 انگلیسیش میگه Our God is a consuming fire بذار من اینو ببینم فارسیش چی میگه خدای ما یک آتش سوزناک هست ببینم 12 زیرا خدای ما آتش سوزاننده است ابرانیان 12 آیه 29 دوباره نه به معنی اون ترس و وحشت احساسا این که دوباره شد ترس و وحشت نمیدونم نکن یه کاری بری جهنم نه 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 آتش سوزناک منظورش آتشی که پاک میکنه آتشی که ناخالصی رو پاک میکنه همونطوری که اون آتش مقدس حضور جلال خدا تو بوته آتش وقتی که با موسا رو میشه موسا کفش تو در بیار اینجا زمین مقدسه تو در حضور خدای مقدس هستی تمام پیغام عهدتیق اینه که انسان گناهکار نمیتونه همینطوری بیاد در حضور خدای قدوس باید کفاره گناهان باشه باید قربانی باشه که بعد در انجیل مسیح اون کفاره آخر اون قربانی کامله پس ما با یه خدایی که بیخیال خیال عزیزم هر کاری میکنی مهم نیست برای من سر و کار نداریم با یه خدایی که نمیتونه نمیتونه با گناه سازش کنه ولی در عین حال به خاطر عشقش به انسان خودش در مسیح میاد که ما رو نجات بده بعد یه جمله خیلی مهم هست اینجا میگه که God is against my sin because he is for me خدا بر ضد گناه من هست چون خدا خوبی منو میخواد خدا خوبی من رو میخواد خیلی خیلی میگم این برام نکته مهمی هستش و دوباره میگم اشاره میکنه به مسئله پدر مادر که شما وقتی یه تینیجر داری به اسم محبت نمیگی هر کاری میخوای بکنی عزیزم بکن فدای سرت میتونی محبت یه قسمتشم جدیته جدیت با ناپاکی جدیت با گناه جدیت با خطرهایی که تو رو تهدید میکنه تو رو میتونه نابود بکنه پس این صحبت هم خواستم اینطوری خاتمه بدم عزیزان برای رشد روحانی قدم های اساسی برای رشد روحانی باید درک کنیم که نه تنها خدا ما رو کاملا پذیرفته با تمام آتاشخالا و گناه های زندگیمون به خاطر مسیح ما رو پذیرفته به من نمیگه که باید خوب باشی تا من تو رو قبول کنم منو پذیرفته ولی این خدا به خاطر قدوسیتش نمیخواد که من تو آتش خالای زندگیم در جا بزنم نمیخواد تو گناهام در جا بزنم قوته ور باشم نمیخواد توی زندان هام بمونم نمیخواد تو اسارت هام ادامه بدم نمیخواد توی اعتیاد و گناه و تاریکی های دلم تنها بمونم به خاطر قدوسیتش منو دعوت میکنه که میگه قد مقدس باش چون من قدوسم چون من پاکم به طرف پاکی من بیا تو رو ردت نمی کنم ای فرزندم تو رو هیچ وقت از تو خسته نمیشم هیچ وقت تو رو از خودم دور نمیکنم حتی دیسیپلینم که وقتی می کنم به خاطر اینکه دوست دارم خوبی تو می خوام که تو شکل, شکل مسیح خصوصیات مسیح صفت مسیح در تو شکل بگیر تو نویسنده قشنگ میگه میگه پدر و مادرها چون بچه هاشون رو دوست دارن اونا رو دیسیپلین میکنن اگر مهم نباشه که بچه چی کار میکنه برات این عزیزان نشانه عشق نیست این نشانه بی تفاوتی و بی محبتی محبت غیرت داره محبت خوبی اون شخص رو میخواد که داره بهش محبت میکنه پس خدا خدای قدوسه خدا پاپا نویل نیست عزیزان به خصوص های جوونهای ایرانی هایی که میگن بابا این حرفای نمیدونم زندگی پاک جنسی داشته باش زنا نکن رابطه با این و اون نداشته باش رابطه جنسی فقط در چارچوب یک, دخ... یک زن و شوهر در ازدواج اینا حرفای قدیمی و دموده است اصلا این دیگه مطرح نیست تو دنیای امروز نه برای خدا زندگی پاک مهمه حالا فقط مسئله مثال پاکی مسئله مسئله مثال جنسی نیست فقط دارم عنوان یک مثال میارم همون خدای مقدس میگه ببخش فروتن باش سخاوتمند باش شکرگزار باش چرا چون بخشیدن و فروتنی و سخاوتمندی و شکرگزاری من رو در انسانیت شکوفا میکنه و خصیص بودن و کینه و انتقام و نفرت و نبخشیدن من رو نابود میکنه به عنوان یک انسان پس دستورات خدا عزیزان به خاطر خوبی و به خاطر شکوفای آزادی منه قانون که ما رو من میکن از گناه هایی به خاطر همین محبت و خوبی است خدای محبت و خدای قدوس وقت ما تو این برنامه تموم شده تا هفته آینده خدا نگهدار